روزنامه سان، نیروهای ویژه انگلستان در خلیج فارس به نیروهای ضربت آمریکا می پیوندند. دونالد ترامپ: اگر رژیم ایران می خواهد بجنگد، این پایان رسمی رژیم ایران خواهد بود. قتل کولبر زحمتکش توسط پاسداران جنایت پیشه. روزنامه سان لندن روز یکشنبه نوشت تهدید رژیم ایران باعث شده نیروهای ویژه انگلستان در خلیج فارس نیز به نیروی ضربت آمریکا بپیوندند. نیروهای ویژه انگلستان به عنوان بخشی از یک مأموریت سری برای مقابله با هر گونه حمله رژیم ایران علیه کشتی‌های تجاری به خاورمیانه پرواز کردند. سان افزود همچنین نیروی آبی خاکی دو ناو آمریکایی مجهز به موشک‌های هدایت شونده نیز به خلیج فارس وارد می‌شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی عراق گزارش داد یک موشک به منطقه سبز بغداد شلیک شده اما تلفاتی نداشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داد یک سخنگوی ارتش عراق گفت یک موشک یک شنبه شب به منطقه به شدت حفاظت شده سبز بغداد اصابت کرد. این موشک در فاصله کمتر از یک مایلی سفارت آمریکا فرود آمد. خبرگزاری آسوشیتد پرس افزود موشک از منطقه شرق بغداد که شبه نظامیان حامی رژیم ایران در آن مستقرند شلیک شده است. خبرگزاری سپاه پاسداران نیز گزارش داد تعدادی خمپاره یا موشک کاتیوشا به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز اصابت کرده است. روزنامه ساندی اکسپرس در این باره نوشت حمله موشکی به منطقه سبز دو روز بعد از آن صورت می‌گیرد که گروه‌های شبه نظامی طرفدار رژیم ایران با صدور اطلاعیه مشترکی گفته بودند منافع خارجی در عراق را مورد حمله قرار می‌دهند. یک خبرنگار روزنامه واشنگتن پست گفت این اولین حمله از این نوع بعد از سال 2015 است. دونالد ترامپ در توییتر خود درباره حمله موشکی به منطقه سبز گفت اگر رژیم ایران می‌خواهد بجنگد، این پایان رسمی رژیم ایران خواهد بود. هیچ وقت آمریکا را دوباره تهدید نکن. رژیم آخوندی قصد دارد در یک اقدام ضد مردمی قیمت بلیت قطار را بعد از ماه رمضان 22% افزایش دهد. شهرام آدم نژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی رژیم با اعتراف به این موضوع گفت نرخ بلیت قطار در حوزه مسافری و در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بررسی شد و مقرر شد متوسط 22% افزایش یابد. اعضای مجلس ارتجاع به وضعیت فاجعه بار معیشتی مردم و فساد و بنبست فراگیر در رژیم اعتراف کردند. هاجر چنارانی عضو مجلس ارتجاع از نیشابور گفت نمی توانیم بگوییم که جمهوری ما جمهوری اسلامی است. جامعه‌ای که عده‌ای می خورند و کار نمی کنند و روز به روز ثروتمندتر می شوند و عده‌ای نه می خورند بلکه کار می کنند ولی هر روز متاسفانه فقیر و فقیرتر می شوند. نمی شود دفاع کرد. نجات چنین جامعه‌ای سخت است. محمد کاظمی عضو مجلس ارتجاع از ملایر گفت بسیاری از تولید کننده های ما بر اثر صدور اجرایی توسط بانک ها یا در زندان هستند و یا فراری هستند و یا واحد تولیدیشون متوقف شده. سیستم توزیع کالا واقعا زجرآور است و برای مردم ما مشقات زیادی رو فراهم کرده. رضا انصاری عضو مجلس ارتجاع از داراب گفت حتی اگر تحریم ها هم رفع شوند باز مشکلات ما حل نخواهند شد. بر اساس گزارش های رسمی بخش قابل توجهی از مردم کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و شاخص فلاکت در کشور طی 2 سال گذشته از 20.3 به نزدیک 40% رسیده است. پاسداران جنایت پیشه صبح امروز در مرز بانه دسته ای از کولبران را به رگبار بستند. در اثر این عمل جنایتکارانه یکی از کولبران زحمتکش جان باخت. وی که محمد رسول عزیزی نام داشت متأهل و دارای 4 فرزند بود.
پاسداران جنایتکار همچنین روز یکشنبه در پیران شهر به سوی گروهی از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن دو کولبر که پدر و فرزند بودند با نامهای ناصر حسینی پور و محسن حسینی پور اهل شهرستان پیران شهر مجروح شدند.